درود بر هموطنان شجاع و میهن دوستم. به برنامه تحلیلی امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. هشدار تششعات اتمی به ساکنان اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر و اصفهان. همراهان عزیزم، اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش کیوسک باشید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. هشدار تششعات اتمی به ساکنان اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر و اصفهان. به تازگی نهادی بین‌المللی که امور مربوط به ایران را دنبال می‌کند، با انتشار متنی از مردم ساکن در اطراف نیروگاه‌های اتمی ایران، نکات مهمی را درباره تششعات اتمی متذکر شده و از آنها خواسته تا حداکثر امکان از محل زندگی خود دور شوند. این نهاد اعلام کرده چه در صورت حملات احتمالی خارجی و یا خرابکاری‌های عمدی توسط خود حکومت، آگاهی از این نکات ضروری است. این نهاد اعلام کرده که مواد رادیواکتیو در هوا همچون گاز هگزافلورید در فضای باز و بر روی ساختمان‌ها می‌نشیند. بنابراین بهترین کار این است تا از دیوارها و بام ساختمان‌ها دور باشید. در حالی که هر لحظه به ساعت حمله اسرائیل به خاک ایران نزدیک‌تر می‌شویم، هنوز هیچ کس نمی‌داند قرار است چند نقطه و چگونه این حملات انجام شود. با وجود اینکه بایدن اعلام کرده جزئیات آن را می‌داند، ولی تحلیلگران معتقدند این یک بازی سیاسی برای گیج کردن سران جمهوری اسلامی است. یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه مدارکی را منتشر کرد که ادعا می‌کند اسناد فوق محرم مانه ی آژانس ملی اطلاعات مکانی آمریکا مبنی بر تدارک نیروهای اسرائیلی برای حمله به جمهوری اسلامی ایران هستند. به گزارش آکسیوس، این مدارک نشان می‌دهد که اسرائیل یک هفته را صرف آماده سازی حمله تلافی‌جویانه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. این وبسایت خبری می‌افزاید که این مدارک ممکن است صرفاً در جهت ایجاد اختلال در عملیات اسرائیل افشا شده باشند، اگرچه پنتاگون و مقامات اطلاعاتی ایالات متحده از اظهار نظر درباره این اسناد خودداری کردند، اما اصالت آنها را نیز تا کنون زیر سوال نبرد. این اسناد فوق محرمانه که از سوی کانال تلگرامی میدلیست اسپکتاتور در روز جمعه 27 مهر ماه منتشر شدند، شامل گزارش اطلاعات آژانس ملی اطلاعات مکانی وزارت دفاع آمریکا از جزئیات اقداماتی است که در چند روز گذشته در چندین پایگاه نیروی هوایی اسرائیل برای تدارک حمله به جمهوری اسلامی انجام شده است. بر اساس این گزارش، این اقدامات شامل انتقال و آزمایش مهمات پیشرفته و واحدهای پهپادی است. در این گزارش همچنین با استناد بر اطلاعات سیگنال‌های دریافتی ایالات متحده آمده که نیروی هوایی اسرائیل در هفته گذشته تمرین بزرگی با حضور هواپیماهای اطلاعاتی و جنگنده‌های احتمالی آموزش دیده و برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی انجام داده است. به گزارش آکسیوس، حساب کاربری شبکه اکس متعلق به این کانال تلگرامی از ایران کنترل می شود. این کانال ادعا کرده که یک منبع امنیتی ایالات متحده این اسناد را در اختیارش گذاشته است. بنابر گزارش این وبسایت خبری، در صورتی که اسناد منتشر شده واقعی باشند، این بدان معناست که ایالات متحده از طریق ماهواره‌های جاسوسی و دیگر امکانات اطلاعاتی نظارتی دقیق بر فعالیت‌های پایگاه‌های نظامی اسرائیل دارد. همچنین افشای چنین اطلاعاتی حاکی از نقض امنیتی بسیار جدی در جامعه اطلاعاتی آمریکا است. به گفته یک مقام اطلاعاتی آمریکایی، چنین افشایی بسیار نگران کننده است، اما او معتقد نیست که این اتفاق تأثیر روی عملیات اسرائیل بگذارد. یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که دستگاه دفاعی این کشور از این نشت اطلاعاتی آگاه است و آن را بسیار جدی قلمداد می‌کند. در این اسناد آمده که ایالات متحده با توجه به مشاهداتش از پایگاه‌های هوایی اسرائیل به این نتیجه رسیده که حمله بزرگ در راه است و این موضوع باعث نگرانی عمیق مقامات آمریکایی شده است.
جهاد هدف والایی است که با ترور و حذف قهرمانان متوقف نخواهد شد. شهید زنده و الهام بخش است. شهید آتش خشم مقاومت ضد صهیونیستی را شعله ورتر می سازد. آرمان آزادی فلسطین امروز زنده تر است. اینها تنها جملاتی نمونه از پیام‌های مقامات ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن یحیی سینوار است، رهبر گروه افراطی حماس در غزه و طراح حمله غافلگیر کننده پارسال به اسرائیل که در جریان آن حدود 1200 نفر اغلب غیر نظامی کشته و بیش از 230 تن هم به اسارت گرفته شدند. مقامات جمهوری اسلامی که هنوز ترور تحقیرآمیز از جنبه امنیتی اسماعیل هنیه در تهران را که حدود 2.5 ماه پیش رخ داد هضم نکرده بودند، سه هفته پیش با ضربه سنگین تری مواجه شدند. کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و وفادارترین یار منطقه جمهوری اسلامی در بیش از 3 دهه اخیر. این واقع ضربه ای چنان سنگین و غیر منتظره بود که جمهوری اسلامی را با وجود همه ریسک‌ها مجاب به دست زدن به دومین حمله گسترده موشکی علیه اسرائیل کرد. حمله با بیش از 180 موشک بالستیک که به جز کشته شدن یک فلسطینی و وارد شدن آسیب‌های جزئی به 2 پایگاه هوایی اسرائیل حاصلی نداشته. علیرضا نوری‌زاده در گفتگو با صدای آمریکا حال و هوای این روزهای جمهوری اسلامی را شرح می‌دهد. باعث شده در هر معرکه‌ای جمهوری اسلامی جلو بیفته و ادعای انتقام و غیره بکنه. اما امروز جمهوری اسلامی خودش رأس ماره، سر ماره، سر اژدهاست. بنابراین جرأت نمی‌کنه دیگه حرف اضافه. بگید من یه توضیح راجع به رسانه‌ها و مردم. ما در کشوری زندگی میکنیم که حکومت در یک واد یا در یک دنیایی و مردم در دنیای دیگری است. طبیعتاً حکومت در طول 45 سال عده‌ای وابسته و مزدور و معتقد جمع کرد. حتی جرأت نمیکنه که اینا رو بیاره، چون دفعه قبل سر مورد اسماعیل هنیه چند نفر اومدن، یا حسن نصرالله در بعضی از شهرها 10 نفر بیشتر نبود. رژیم خودش میدونه، به همین دلیل یه نیروی جدیدی درست کرده زیر نظر معاون وزارت کشور و دبیر شورای امنیت داخلی که مسئول دستگیری کسانی است که شادی کنن و در مورد مرگ این قهرمانانش شادی کنن و اینا دستگیر بشن به عنوان خطر علی امنیت ملی. حتی ببینید با بعضی از روزنامه‌نگاران که یه اشاره کوچک کردن چطور رفتار کرد. اما مردم ایران بسیار شادمانه. میلیاردها دلار پول ایران رفت برای چی؟ برای اینکه حماس باعث بشه غزه ویران بشه. اگر این پولا برای ساختن غزه رفت بود و برای اینکه یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. سید علی خامنه‌ای از روز اول از جریان اسلو شمشیر بس که نگذاره دولت فلسطینی تشکیل بشه. مداخلات اینا در جهان عرب دشمنی ایجاد کرد. امروز آقای نجیب میقاتی سرپرست نخست وزیری لبنان، خودتونم گفتید، خیلی آدم آرومیه، سعی میکنه با همه کنار بیاد، عصبانی شد از حرفای آقای قالیباف. تو چه کاری که بری برای ما با فرانسه صحبت کنی که آتش بس و قطعه 1701 تطبیق داده بشه؟ به تو چه؟ و سفیر کاردار جمهوری اسلامی هول شد که در برحالا میدیدم در برحال خبرنگار توضیح. بنابراین اینجوری حساب بکنیم، مطبوعات ایران میخواهن حداقل ذره اون رغبت و میل ملت ایران رو عرضه کنن. نمایش جمهوری ملت فقیه در وحشت حمله اسرائیل سر و پا داره به در دیوار میزنه. شما نگاه کنید، وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی، پاسدار سابق، عین گدایان سامره دور کشور عربی رو افتاده و چقدر بی‌محلی میبینه. مصری‌ها بهش گفتن به جای اینکه تو از ما کمک بخوای اول برو تروریست‌های مصری رو که نگردشیم بفرستیم. بعد اردن بهش گفت اگر یک میخوام بگم حتی دوستان عراقیشون بهشون میگن ما رو آلوده این بازیتون نکن.
ولی خامنه‌ای به شدت نگرانه. ببینید شما نگاهی به همین رسانه‌های تحت کنترل بندازید، هیچ کدومشون از جان و دل روزنامه کیهان ولی فقیه و چهار تا روزنامه‌های قلم به مصطا، بقیه‌شون واقعا سعی میکنن یه جوری خودشون از این مرکه کنار نگه دارن. بیش از 100 میلیارد تا امروز خامنه‌ای خرج صدور انقلاب کرده، شاید هم بیشتر، چون فقط بودجه حزب الله یه چیزی بالای 1 میلیارد و 200 میلیون دلاره. خب این پولا کجا رفت؟ حزب الله الان در جنوب لبنان 1,500,000 نفر از مردمی که اکثرا شیعه هستن آواره شدن، پیاده دارن از خانه و زندگیشون میرن. اسرائیل امروز به 14 تا روستا اخطار داد دوباره. خب اینا لعنت میکنن خامنه ای رو. علمای شیعه لبنان مثل علامه امین، شخصیت های برجسته رسانه ای مثل خازن، مثل شخصیت هایی که واقعا برجن روزنامه ای النهار، اینا به شدت حمله میکنن. آقای سمیر جعجع امروز اومد گفت آقا لبنان میخواد خودش تصمیم بگیره، به شما چه ربط؟ اینه که الان یه فضای ضد جمهوری اسلامی در لبنان ایجاد، در غزه هم همینطور. در غزه هم شما با مردم عادی که صحبت بکنید، همین دوستان فلسطینی من در رام الله تاکید میکنن، میگن حماس به التماس افتاده، آقا ابو مازن غلط کردیم، بیا ما رو نجات. و الان هم که سنوار رفت، حماس حالت یتیم رو پیدا کرده، هیچ سوراخی، هیچ مخفیگاهی از دید اسرائیل پنهان نیست. اگرم پنهان باشه نمیدونم خداشون به یاریشون میان، عوضی جایی رو میزنن، سنوار کشته میشه. میخوام بگم خیلی وضع جمهوری اسلامی تحقیر شده، ضعیف، در محاصره، هیچ کم قبولش نداره. و حالا کشته شدن یحیی سینوار ضربه مهلک دیگری بود که ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی آمادگی و انتظارش را نداشتند، آنچنان که به رغم تایید شدن خبر از سوی ارتش و دولت اسرائیل و همه رسانه‌های بین‌المللی در نخستین ساعت پنجشنبه شب تا ساعت‌ها این حادثه را با اما و اگر و تردید دنبال می‌کردند. حتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم باعث تغییر موضع مقامات و رسانه‌های داخل ایران نشد، تا اینکه سرانجام خود گروه حماس با حدود 24 ساعت تأخیر کشته شدن این رهبر ارشد خود را تایید کرد. تازه در این زمان بود که سیل پیام‌های تسلیت مقام‌های جمهوری اسلامی به سرعت بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گوناگون ظاهر شد. تأخیر در زمان ابراز واکنش تنها وجه اشتراک این پیام‌ها نبود. زبان و ادبیات به کار رفته در آنها گاه چنان به هم شبیه بود که گویی طبق دستورالعملی واحد انجام شده باشد. تأکید پیاپی بر این که کشته شدن یحیی سینوار نه تنها به معنای شکست محور مقاومت نیست، بلکه به تعبیر آنها منجر به تقویت آن هم خواهد شد. با اشاره به مکان کشته شدن او و تاکید بر این ادعا که او برخلاف گفته رهبران اسرائیل در تونل‌ها مخفی نشده بوده و در یک ساختمان عادی حضور داشته است، رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سینوار رهبر حماس در غزه با انتشار بیانیه‌ای مرگ او را دردناک خواند و نوشت جبهه مقاومت با کشته شدن سینوار هم توقفی نخواهد داشت. علی خامنه‌ای در این حال حمله مرگبار گروه افراطی حماس در مهر ماه پارسال به اسرائیل را ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر به اسرائیل توصیف کرد که سینوار آن را در تاریخ این منطقه به یادگار گذاشته. در این میان و در حالی که هنوز شمشیر تهدید اقدام تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران در پاسخ به حمله موشکی اخیر بر فراز سر جمهوری اسلامی در نوسان است، دلیل تأخیر در تایید کشته شدن سینوار میتواند در نگاه عمومی نشانه غافلگیری و استیصال در مقابل ضربات پیاپی اسرائیل و کوتاه‌تر شدن بازوهای نیابتی یا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی هم تفسیر شود. اینکه زنده و حتی زنده تر بودن مقاومت شعاری توخالی است یا بر ایده بقای ایدئولوژی ها و عدم اتکا به چهره ها استوار است، پرسش دیگری است که شاید تحولات روزها و هفته‌های آینده در منطقه پاسخ آن را تا حدی از ابهام خارج کند.
یاران و همراهان عزیز و گرانقدر، به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. روز و روزگار بر همگی خوش. پاینده ایران.